9 مورد از ترسناک‌ترین فیلم‌های جهان. سلام، با یه ویدئو دیگه در خدمتتون هستیم و از این بابت خوشحالیم. بین فیلم‌های سینمایی ژانر وحشت و ترسناک طرفدارای زیادی تو هر سنی به خصوص نوجوانا داره. توی ژانر وحشت معمولاً کنار وحشت از ژانر فانتزی هم استفاده میشه. سازنده به دنبال انواع ترس، خیالات، کابوس‌های عامی میره. در این سبک از فیلم‌ها از روح، خوناشام، موجودات فرازمینی، زامبی‌ها یا حتی آدمایی که مشکلات روانی و سادیسمی یا مازوخیسمی دارن استفاده می‌کنن. اولین فیلم ترسناکی که پخش شد یه فیلم 3 دقیقه‌ای به اسم قلعه اشباح ساخت فرانسه بود. این فیلم سال 1896 تولید شد. اما اولین فیلم ترسناکی که مردم دیدن و اونو به عنوان فیلم ترسناک میدونن فیلم نوسفراتو بود که سال 1922 تولید شد. حالا ما توی این ویدئو میخواییم 9 تا از ترسناکترین فیلم های جهان رو به شما معرفی کنیم. پس اگه جزو دوستداران فیلم های ترسناک هستین این ویدئو رو تا انتها ببینین. برای اینکه بتونین ویدئوهای جذاب ما رو ببینین دکمه سابسکرایب رو بزنین و برای اینکه از زمان انتشار ویدئوهای ما مطلع بشین زنگوله رو لمس کنین. اولین فیلم احضار روح، کانجورینگ. هر سال فیلم‌های ترسناک زیادی درباره جنگیری ساخته میشه، اما تعداد کمی از اون فیلم‌ها محبوب میشن چون معمولاً این نوع فیلم‌های سینمایی از یک کلیشه خاصی استفاده میکنن. اما احضار یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک محسوب میشه. کارگردان این فیلم جیمز وان یه دنیای جدیدی از فیلم‌های ترسناک درباره جن و احضار روح رو برای علاقه‌مندان به این ژانر باز کرد. در این فیلم با بازی سرد بازیگرا و موزیک‌های جذاب تونست با روح و روان بیننده تو کل فیلم بازی کنه. فیلم احضار روح توی 3 قسمت در سال‌های 2013، 2016 و 2020 پخش شده. داستان این فیلم درباره خانواده‌ای که 5 تا دختر دارن. داستان بعد از اینکه این خانواده به خونه روستایی نقل مکان می‌کنه شروع میشه. یه سری اتفاقای عجیب و غریب می‌بینن که می‌فهمن این خونه به دست یه قدرت خاصی تسخیر شده. به گفته عوامل این فیلم بر اساس واقعیت‌ها ساخته شده. یکی از چیزایی که باعث شده این فیلم محبوب بشه اینه که این فیلم بدون هیچ صحنه خشونت‌آمیزی ترس رو ایجاد می‌کنه. دومین فیلم یک مکان ساکت. این فیلم یکی از فیلم‌های ترسناکیه که از ویژگی ترسناک سکوت استفاده می‌کنه. جان کراسینسکی، کارگردان این فیلم، از فیلم‌های اتاق خواب و بیگانه به عنوان منبع استفاده کرده. این فیلم سال 2018 روی پرده‌های سینما قرار گرفت. توی مدت کمی فروش زیادی پیدا کرد. داستان فیلم درباره حمله بیگانگان در سال 2020. داستان این فیلم درباره از بین رفتن جمعیت زیادی از مردم به دست بیگانگانه. این بیگانه ها نابینا هستند، اما به کوچکترین صداهایی حساسند. خانواده عبود که دختری ناشنوا و 2 تا پسر دارن برای اینکه زنده بمونن باید برای مدت طولانی سکوت کنن. اما شانسی که دارن اینه که به خاطر دختر ناشنوا به زبان بدن تسلط دارن. اما 82 روز بعد از شروع قتل عام با صدای ناخواسته‌ای که ایجاد میشه اتفاقات بدی برای خانواده میفته. فیلم اره. اولین سری این فیلم سال 2004 پخش شد. بعد از گذشت این همه سال این فیلم هنوز هم به عنوان یکی از فیلم‌های ترسناک جهان حساب میشه. درسته که این فیلم از بازیگرای معروف و به نامی استفاده نکرده. حتی از نظر فنی هم بهترین نیست. اما جیمز وان بعد از ساخت این فیلم تونست یکی از بهترین کارگردانها تو بخش وحشت بشه. داستان این فیلم درباره 2 تا آدم غریب است که توی یه اتاق خواب بیدار میشن بدون اینکه بدونن کجان و چطور به اینجا اومدن. اما بعد از گذشت مدت کمی به یه سری معماهای مهلک میرسن که توسط شخصیت مرموز فیلم جیگساو ساخته شده. این فیلم یکی از فیلمایی که شاید به تنهایی نتونین ببینین. در یکی از قسمت‌های این فیلم کارگردان فیلم جیمز وان میگه که بیشتر داستان رو بر اساس کابوس‌هایی که توی کودکیش میدیده ساخته.
فیلم جنگیر، اگزورسیست. این فیلم یکی از فیلم‌های ترسناکیه که تا مدت‌ها بعضی از سکانساش توی ذهن میمونه. فیلم جنگیر به خاطر بهترین میکس صدا و فیلمنامه اقتباسی که داره تونسته جایزه اسکار رو هم بگیره. این فیلم در اصل نوستالژی فیلم‌های ترسناک همه مردمه. اولین سری این فیلم سال 1973 با کارگردانی ویلیام فریدکین ساخته شده. داستان این فیلم درباره زنیه که بازیگر تلویزیونه. نگران بیماری دخترشه که دچار تشنج میشه و شبا توی خواب به خودش میپیچه. دکترها همه از درمان عاجز شده بودن. پیشنهاد کمک گرفتن از جنگیر رو به مادر دختر میدن. به همین خاطر از پدر کلیسا درخواست جنگیر برای دخترشون میکنن. پدر مریم برای انجام جنگیری به خانه این خانواده میره. مراسم جنگیری رو شروع میکنه. روزهای سخت و طاقت فرسا برای این خانواده شروع میشه. فیلم جادوگر، ویچ. کارگردان این فیلم رابرت اگرز با ساخت اولین فیلم خود یعنی جادوگر تونست یکی از موفق‌ترین کارگردان‌های این ژانر بشه. این فیلم تونست یکی از شگفتی‌های فیلم‌های ترسناک بشه. فیلم جادوگر یه فیلم ترسناک ماوراءالطبیعیه که دنیای واقعی شیاطین رو نشون میده. داستان این فیلم درباره خانواده‌ایه که در قرن 17 زندگی می‌کنن. این خانواده به خاطر باورهای مذهبی خاصی که دارن از روستایی که زندگی میکنن تبعید میشن. باید برن تو کلبه‌ای که وسط جنگل زندگی کنن و خودشون گلیمشون رو از آب بیرون بکشن. بعد از مدتی کمی اتفاقای عجیب برای بچه های این خانواده به خصوص دختر بزرگش میافته. در این فیلم به جای اینکه از اتفاقات مرموز توی جنگل و شیطان استفاده کنن، روی روانشناسی شخصیت‌های فیلم در برابر این اتفاقات استفاده می‌کنن. فیلم آنابل. داستان عروسک آنابل یکی از محبوب‌ترین فیلم‌های ترسناک محسوب میشه. دلیل اینکه این فیلم محبوبیت بیشتری پیدا کرده اینه که این عروسک در واقعیت وجود داره. این فیلم تو سری‌های مختلف در سال‌های 2014، 2017 و 2019 منتشر شده. اگه شما توی خونه عروسک‌های زیادی دارین، پیشنهاد می‌کنیم که این سری از فیلم آنابل رو تنها نبینید. سری اول این فیلم که سال 2014 منتشر شد، درباره زن و شوهر جوانیه که منتظر به دنیا آمدن فرزندشون هستن. برای بچه خودشون این عروسک رو می‌خرن و مشکلاتشون شروع میشه. فیلم راهبه. فیلم راهبه در سال 2018 ساخته شد. درباره پیش درآمدی از احضار روحه. داستان این فیلم درباره راهبه جوانیه که به طور مشکوک و نامعلومی به قتل میرسه. یک کشیش و یه راهبه از طرف واتیکان مسئول میشن تا درباره قتل این راهبه اطلاعات جمع کنن. در حالی که دارن به این پرونده رسیدگی میکنن، اتفاقای وحشتناکی براشون رخ میده که باعث رو شدن بعضی از رازهای شوم میشه. این فیلم با کارگردانی کورین هاردی سال 2017 ساخته شد و یکی از ترسناکترین فیلم های جهان انتخاب شد. فیلم کینه. موفقیتی که این فیلم تو اولین سری خودش یعنی سال 2000 پیدا کرد، عوامل رو مشتاق به ساخت دوباره این فیلم در سالهای 2004، 2006 و 2009 و در آخر 2020 کرد. داستان کلی این فیلم درباره قتل‌های سریالیه. همه این قتل‌ها هم به یه خونه وصل میشه. خونه‌ای که نفرین شده از روح کینه‌ایه که با هیچ کس شوخی نداره. و آخرین فیلم مرد نامرئی. یکی از معروف‌ترین کارگردان‌های ژانر فیلم‌های ترسناک، لیوانده. اگه از دوستداران فیلم‌های ترسناک باشین، حتما اسم این کارگردان رو شنیدین. این کارگردان بعد از اینکه فیلم‌های اره و موزی رو ساخت، این بار به سراغ فیلم ترسناک روانکاوانه رفت. فیلم مرد نامرئی رو سال 2019 ساخت.
این فیلم درباره زنیه که هنوز داغ از دست دادن نامزدش از بین نرفته. علاوه بر اون احساس وجود روح توی خونه رو هم میکنه. کارگردان قصد داره که با روایت داستان مردی که دیده نمیشه حقایق دیده نشده رو هم نشون بده. اگه از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنین و با دوستاتونم به اشتراک بذارین. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.